my foreign friends, I'm really sorry. As planned, I'm talking with my mother language. Thank you. کودک 8 سال یا 9 سال کودکی بودم که 8 سال یا 9 سال بیش نداشتم. خوب به یادم از زمانی که یکی از همسایه‌های ما خانه خود و یا دیوار خود اعمار میکرد و خاک یا ریک میخرید و او رو پیش خانه خود کوت میکرد و او روز دیگه سر کودکای مثل ما شوخ جشن بود در خانه. وقتی کوت خاک بالا منداختن اونجا عاجل میدویدیم طرف کوت خاک تمام امی اشتکا یا کودکایی که بودیم. اونجا قسمی بود که باید هر کس اولین هر نفر باید زحمت بکشه اولین کس باشه در نقطه آخر کود خاک برسانه خدا. و چون من نمیخواستم یک کودک ضعیف باشم از ابتدا بسیار قویگری یا قوت خوش داشتم تلاش میکردم که ما باید اولین نفر باشم. جنگ میکردیم، دعا میکردیم، کالایم پاره میشد. به هر حالت آخر ما کسی می بودم که در نقطه آخرش برسم و وقتی اوجا می رسیدم یک احساس آرامش برم رخ می داد. احساس می کردم من پاچه های منطقه خود هستم و بسیار خوش می شدم. چند وقت گذشت توجه مرا به طرف قهرمان های جهان، به طرف ورزش و زیادتر او وقت از محمد علی کلی یا بعضی فوتبالار های قهرمان ها بودن زیادتر اونا را من می دیدم. خب بعدم از وقتی محمد علی کلی را می دیدم مسابقه میکرد بعد از 3-4 راوند خب طبعا انرژی کم میشد و نمیتونست خوب مشت بزنه. او وقت دمو کودکی 9 ساله که داشتم میگفتم اگر من داخل میدان باشم هیچ وقت انرژی من خلاص نمیشه و میزنم تا وقتی که حریف مصفا در بیارم. اما شور و هیجانی که در بدنم بود همین گپا بود که علاقه مندی پیدا کردم به ورزش و البته یک خلاف کاری کردم که بدون اجازه پدرم رفتم کلاب شروع کردم. چرا بدون اجازه پدرم؟ گمان میکردم که مگه از پدرم اجازه بگیرم؟ چون یک کودک نهایت شوخ بودم هر روز شکایت در خانه ما میامد که نسار فرق بچه مشکستانده، نسار پای بچه مشکستانده، نسار که سنگ زده شیشه ما را شکستانده. از او خاطر مطمئن بودم پدرم به هیچ وجه من اجازه نمیداد برم به کلاب چون قوی میشدم دگام شوخ میشدم. اما خوشبخت شروع کردم چند وقت کلاب تا چند وقت ادامه دادم دیدم که خب فامیلم متوجه شد که تمام توجه ما به ورزش شد و ما آرامتر و آرامتر شده رفتم و کل فکرم به این بود که من چه قسم باید از افغانستانم یک کس باشه قهرمان باشه، از افغانستانم کس باشه به جهان نشان بده مردم افغانستانه. بختر همیشه میشیدم گاهی از فرانسه، گاهی از انگلیس، گاهی از امریکا قهرمان بود اما هیچ وقت از افغانستان نبود و این گفت مرا از کودکی رنج میداد. تشکر. و شروع کردم به تمریناتم. بعد از یک سال اولین مسابقه که در کابل دادم مدال طلا گرفتم و بعد از اون وقتی که خانه آمدم وقت برنامه 18 رقص باید هم زود گرم تا قصه خود آخر برسانم. وقت خانه آمدم واقعا زیاد تشویق شدم و باور به این داشتم که اولین تشویقی که از طرف فامیلش او مرا بسیار بدن و قوت بخشید و بعد از اون تلاش زیادتر کردم. خلاصه چند سالی که در کابل مسابقه کردم در تمامش مدال طلا گرفتم و خوبترین مبارز در سطح افغانستان شناخته شدم. استاد مسابقات تیم ملی برگزار شد و من در او اشتراک کردم انتخاب تیم ملی شدم و بعدا به مو آرزوی کودکی که داشتم استاد فکر میکردم که نزدیک شده روان هستم و وقتی که در تیم ملی انتخاب شدم رفتم به سفر خارجی. چند بار که سفر خارجی کردم با شکست روبرو شدم. هر بار که میرفتم شکست میخوردم و مایوس میشدم پس میامدم به افغانستان. یک روز پیش خود شیشتم خوب به یادم است در نماز بودم. بعد از نماز خلاص کردن دعا به خدای خود کردم که خدایا چرا من نتیجه گرفتن نمیتونم؟ چرا من نمیتونم مدال بگیرم اونا میتونن مدال بگیرن؟ چرا مرا اونا شکست دادن میتونن من نمیتونم اونا رو شکست دادم؟ بعدن پیش خود جواب برام آمد که نثار تو باید تلاش کنی، تو باید دگام زحمت بکشی. و یک گپ دیگه ای بود که من به انگیزه مدال نمیرفتم به طرف مسابقات، فقط میرفتم که چند بار تجربه بگیرم. یعنی در کل انگیزه نداشتم که من باید مدال میگرفتم. اما بعد از این به خود باور کردم تمام جوان افغانستان باید به خود باور کنند که وطن از این حالت تغییر میده و همه تو من به خود باور کردم و تلاش کردم. اولین مدالم در سال 2004 بود در مسابقات جنوب آسیا. در گردن من انداختم اینجا از بدن نشان میتم. وقتی در گردن من انداختم مدال وقتی گرفتم یک روز از گردنم دور نمیکردم در حالی که باید امو مدال یک مدازن باید بکشی نزاکتن. اما من چون اولین مدالم بود یک روز از گردنم دور نمیکردم.
به هر حال مسابقات ادامه پیدا کرد. سال 2005 انتخاب شدم در مسابقات کشور اسلامی جهان بین 57 کشور. مدال برنز گرفتم. 16 تیم از افغانستان اشتراک کرده بودیم. از یک طرف کم مایوس بودم که چرا ما زیاد مدال نگرفتیم، اما از یک طرف خوشحال بودم که ما تانستم افغانستان شامل مدال کشورهای مدالیست بسازم. و بعد از اون سال 2006 شروع شد. دو رویداد بسیار مهم داشتیم. مسابقات المپیک آسیا و مسابقات جنوب آسیا. در هر دوش اشتراک کردم. در یکی مدال طلا گرفتم، در دیگه مدال برنز گرفتم. بازم تیم زیاد از افغانستان اشتراک کرده بودیم، اما یک مدال فقط گرفتیم که اما قصه پیشترم که از یک طرف مایوس شدم، از یک طرف افتخار میکردم که تانستیم افغانستان مدال دار بسازیم. بعد از او سال 2007، سالی که زندگی خودم، زندگی فامیل ما همه گیره تغییر داد در افغانستان، پرخاطره ترین سال زندگیم، انتخاب شدیم بر مسابقات جهانی. مسابقات جهانی که در کودکی میگفتم که یک کس از افغانستان باید باشه که مدال جهانی بگیره، نه فقط بشنویم که از این کشور، از اون کشور، از اون کشور. و در مسابقات رفتیم، مسابقات اشتراک کردیم با شکست دادن چند حریفم از کشورهای مختلف، عربستان و روس و امریکا. مدال سر مدال بازی میکردم با حریف آمریکایی بودم. خوشبختانه او را هم شکست دادم، رفتم مدال برنز گرفتم و به چند لحظه سکوت کردم که نثار تو مدال جهانی گرفتی، اما مدالی که در 8 سالگی به فکرش بودی. بسیار خوش بودم، بسیار زیاد. بعد از یک استپ دیگه باید بالا میرفتم که باید قهرمان دو مرتبه المپیک، 4 مرتبه جهان، 5 مرتبه آسیا شده بود. باید با او روبرو میشدم از کشور ایران به نام هادی عیسایی. برام باور نکردنی بود که من میتونم او را شکست بدم، به خودم و به تیمم. اما همه گی میگفت که نثار تو میتونی او را شکست بدی. خلاصه قصه را کوتاه میکنیم. مسابقه شروع شد. وقتی در پله اول توشک پا ماندم، ما سرم صدا کرد. ما سر کوریاییم. صدا کرد که نثار کسی میتونه قهرمان بوده که تلاش کنه، زحمت بکشه. قهرمانی میراث نمیمانه به کس. فقط تو تلاش کن، تو میتونی او را شکست بدی. و چون من زیاد احساساتی بودم داخل مسابقه شدم. مسابقه شروع شد، عمله کرده رفتم سر حریفم تا کورا کشیدم از خط. اما راوند اول یک امتیاز پس افتادم چون زیاد احساساتی بودم. ورزشکار نباید زیاد احساساتی باشه، باید آرام باشه. بعد از راوند دو سه شد، در سه راوند مساویانه پیش رفتیم. پس یک امتیاز خودم گرفتم و مسابقه کشید به راوند چهارم، گلدن پوینت یا اولین امتیاز که هر کس بگیره. بعدن مسابقه شروع شد و خوشبختانه امتیاز ما گرفتم، اولین امتیاز و قهرمان دوبار دو مرتبه المپیک، 4 مرتبه جهان و از آسیا را به نام هادی عیسایی که اصلا برام باور نکردنی بود شکست دادم. و وقت استاد شدم، رفری دست ما باید بلند میکرد. وقتی دست ما رفری بلند کرد، تا اون وقتم باور نمیکردم ما ایرا بردیم. وقتی دست ما بلند کرد، چند لحظه سکوت کردم. دلم میگفت بداو، گاهی میگفتم بیشید، گاهی میگفتم گیریه کو، گاهی میگفتم چیخ بزن، ایران ماده بودم چی کنم. به هر حال خب کلپا نیست، اگر اون سنه که من میدویدم در گرد گرد میدان و چیخ میزدم به نام افغانستان، واقعا بسیار برام افتخار بود. از توشک پایین شدیم و هم تیمی هایم هر کس، یکی کش میکرد، بغل میکرد، یکی ماچ میکرد، یکی گیریه میکرد، یکی نماز میخواند. واقعا احساس کردم که یک کار کردم به وطنم، یک کار کردم به مردمم. بعد از او خوب بیادم از به پدرم زنگ زدم. اینجا پدرم حضور دارن. زنگ زدم گفتم پدر ما، چون میدیایم با پخش مستقیم نداشت، گفتم پدر ما هادی عیسایی را شکست دادم، قهرمان جهان را شکست دادم. و پدرم در یکی از سرکای کابل بود. وقتی که گپ مرا شنید چیغ زد، چیغ زد. چهار اطرافیانش کسایی که بودن اونا ورخطا شدن، گویا چی گپ شد، کدام راکت آمد، انتحاری آمد یا کدام گپ دیگه. اما بعد از این خبر شدن که بچهش مدال گرفت، مدال جهانی گرفت، بعد از تبریکی دادن. خلاصه سال 2007 خلاص شد و سال بسیار خوب بود. بعد از اون رفتیم المپیک 2008، انتخاب شدم از افغانستان. اما متاسفانه با دو شکست تلخ روبرو شدم. بعد از چند بار مدال گرفتن و قهرمانی با شکست روبرو شدم و جگرخون شدم زیاد. کلن سال 2008 سال خراب بود برام. بارها شکست خوردم. اما وقتی که از اینکه زیاد شکست خوردم جگرخون شدم که چرا من پس چند بار مدال گرفتم و حال نمیتونم. بازم به این جواب رسیدم باید تلاش کنم. داستانای قهرمانا رو خواندم که قهرمانا ترسیدم که وقتم پوره شده. داستان قهرمانا رو خواندم که قهرمانا
چی کردن وقتی شکست می‌خوردن؟ دیدم زیادتر کسا شکست خوردن، اما پس بالا آمدن. شکست خوردن، پس بالا آمدن. بعد از او بازم تلاش کردم و پیش خود فکر کردم، من گپ اولم که دو دست ما دارم، دو پای ما دارم، دو پای اونا دارن، دو دست اونا دارن، سو کل ما انسان هستیم و هر کس تلاش کنه زحمت بشه قهرمان میشه. بعد سال 2009 شروع شد، مدال طلای آسیا را گرفتم، قهرمان آسیا شدم. سال 2010 مسابقات المپیک آسیا بود، مدال نقره المپیک آسیا را گرفتم. سال 2011 کسب سهمیه المپیک 2012 یا کوالیفیکیشن گیم فور المپیک لندن بود، کجام مدال طلا گرفتم، بازم دومین مدال طلای آسیا خود گرفتم، رفتم المپیک و آل میم سر اصلی قصه خود که قصه المپیک لندن است. با درد شروع شد و با درد ختم شد. المپیک لندن یکی از آرزوهایم بود که سال 2008 نتونسته بودم مدال گرفته، باید سال 2012 میگرفتم. 20 روز پیش رفتیم لندن، تمرینات شروع شد. حتما نصیب نبود، 3 روز قبل از مسابقه از ناحیه پشت پاتم، از علی پشت پات پارشت در جریان تمرین. خوب بیادم از لغت میزدم بالا و یک احساس کردم که درد است، شدید درد، و افتیدم به زمین. به این حالت افتیده بودم و خواستم بخیزم که راه برم، دیدم که درد زیاد است و نمیتونم صحیح راه رفتم. کم مایوس شدم که من چون وعده کرده بودم بیبار تمام افغانستان که من میرم مدال طلای المپیک میارم. اما انسان آگاه نباشه چی گپ آدم رایش میه. به هر حال پیش دکترام مراجعه کردم، دکترام مرا روان کردن به شفاخانه مرکزی خود. شفاخانه مرکزی مرا زیر ماشین اکسری داخل کردن و از عضله پشت پاتم تقریبا یک ساعت زیر ماشین بودم، عکس گرفتن و اونا گفتن که بعدن تقریبا دو ساعت بعد اونا تصمیم گرفتن که باید به ما چیز بگویند. داخل اتاق مرا داخل کردن، پروژکتور روشن کردن، اتاق تاریک کردن و نشانم دادن که کجای عضله پای تاوگار شده، نباید تو تمرین ادامه بدی، نباید لغت بزنی. من اینا را گفتم که دیدم که زیاد اصرار میکنن تو باید مسابقه نتی. من گفتم 3 روز بعد مسابقه ایم است و پایم هنوز در جایش است، قط نشده پایم. مردم افغانستان منتظرم است، ملکی افغانستان کلی منتظر است. من چه قسم اونا را آرزومند بسازم که ورزشکار افغانستان میتونه در المپیک مدال طلا بگیره؟ و به خاطر از او آمده مسابقه میکنم، نه به خاطر از اینکه پایم کم اوگار شده و من تسلیم حریف شوم. وقتی ایگه پا دکترها شنیدن، اونا کم احساساتی شدن و گفتن هر رقم شما ما تو رو دوام میتیم. بعدا دوام دادن، 2 روز استراحت کردم، روز 3 مسابقیم بود، رفتم در جمنازیم و مسابقه شروع شد. احساس میکردم که شاید این 2 روز خوب باشم، اما پیش از مسابقه قسمی که روان نمیرخم از باید پیش از مسابقه گرم کاری کنی، بدن خوب گرم بشه، جای اوگار نشه. وقتی خواستم گرمکاری شروع کنم، دیدم که نسار اوگار استی و نمیتونی صحیح لغت زده. به هر حال با تمام ناامیدی ها رفتم بازم پیش دکترها، گفتم دگام مرا دوا بتین. دگام دوا دادن مرا. مسابقه اولم شروع شد، رفتم به مسابقه اول، هیچ کس خبر نبود از پای اوگار شدنم. به هر کس خنده میکردم گویا که اونا مایوس نشن، اما در دل درد داشتم، زیاد درد داشتم. 3 سال به مسابقه ای که هر روز 5 سال 6 سال زحمت میکشیدم، در طول 8 سال 9 سال 5 بار بدنم عملیات شد، اما میخواستم یگانه مدالی که نداشتم المپیک بود باید بگیرم. از او خاطر مسابقه اول شروع شد، بازم امیدوار به این بودم که من داخل مسابقه میشم و چون افغانای ما زیاد است، مردم جهان زیاد است، تشویق میکنن و من شاید درد احساس نکنم بزنم. اما راوند اول وقتی که شروع شد با تبادله چند تکنیک، بازم گفتم نمیشه، ناامید شدم که مدال المپیک از دست دادم. به هر حال مسابقه اولش خلاص کردم به نفع خود، با اختلاف 1 امتیاز مسابقه را به نفع خود برنده شدم و مسابقه اول خلاص شد. از میدان تاشتم راه رفتن نمیتونستم، زیر شانایم داخل شدن مرا بردن تا استراحتگاه من. به هر حال از دکترها تقاضا کردم که باید مرا هر رقم میشه پیچکاری کنین، چون درد زیاد است، شیشتن نمیتونم، راه رفتن نمیتونم، چطور میتونم لغت بزنم؟ اونا نمیکردن. به هر حال اصرار کردم، پیچکاری کردن مرا، اولین پیچکاری مرا. بعد از او مسابقه دوم شروع شد، با عارف آرژانتینی بودم، داخل مسابقه شدم با تمام دردی که داشتم. به هر حال باید میرفتم استاد میشدم، خوش نداشتم تسلیم شوم به این حالت. مسابقه شروع شد، 3 راوند مسابقه واگذار کردم به حریف آرژانتینی. حریف قوی بود، رفت فاینال، اما از داوری شکایت داشتم، ناداوری شده بود. شاید
کسایی که اینجا هستن دیده بوده باشن مسابقه مرا هر لگد دروی نخوردم و 4 امتیاز دادن لگد ما دروش خورد مرا نادادن به هر حال مسابقه دوم خلاص شد وقت از توشک تا شدم بسیار جگرخونی شدم و دلم عقده کرده بود میخواستم گریه کنم از یک طرف میگفتم شرم از من گریه کنم همه گی فکر نمیکنن این اوگار است کلیگی میگن که شاید بخاطر مسابقه گریه میکنه مرد نباید گریه کنه هر رقم مشکلات میبینه بعد از اون مسابقه از توشک پایین شدم و حریفم رفت فاینال و یک چانس دیگه به ما آمد که باید میرفتم در مسابقه سر مدال برنز بازی میکردم هر کس مرا میگفت که نکن مسابقه از کابل دوستایم همگی میگفت یک مدال اوکی تیز تیز میرم خلاصه مسابقه سومم شروع شد همگی آمد که تو نباید مسابقه کنی همین یک راوندم که مسابقه کردی یا یک دو مسابقه رام بردی همین به ما مدال طلا است من گفتم نه مسابقه میکنم فقط مرا چند لحظه وقت بدین خوب به یادم است از جمنازیم برآمدم لنگان لنگان تلفن بچه مامای امروز بود گفتم تلفن دبت و یک لحظه کار دارم تلفن گرفتم و به برادرم میرویس اینجا هستن به اونا زنگ زدم اونا پخش مستقیم گزارش میدادن فقط بر اونا گفتم که پدر مادرم چطور است آیا میتونن همین درد مرا تحمل کنن وقتی داخل مسابقه میشم چون احساس میکنم وقتی که من داخل مسابقه میشم چقدر فامیل من به تشویش است چقدر هموطنانم به تشویش است تمام مادرای افغانستان مادرم است تمام پدرها مثل پدر معنوی من است از او خاطر از برادرم تقاضا کردم و جواب خوب شنیدم از برادرم گفت نثار تو به خاطر پدر مادرت نرفتی مسابقه کنی تو رفتی به خاطر تمام مردم افغانستان مسابقه کنی و این گپ مرا ده چند جرأتمند ساخت و گفتم فقط قد کردم گفتم ببین مسابقه بعدی من مسابقه بعدیم بعد از پیچکاری دیگرم از دکترها تقاضا کردم دیگرم تابلت خوردم حتی دلبدی برم پیش شد جوز خوردم مسابقه سوم داخل شدم و همزمان یک افغان ما از 2 ساعت را دور که در رادیو تعقیب میکرد مسابقه مرا یک ملم پیدا کرد که او به درد دفتن تاثیر میکرد او از ماه مبارک رمضان بود 2 ساعت در 2 ساعت را آمد ملم به یک رقم رسان و 10 دقیقه پیش از ملم رسید پیش از مسابقه ملم چرب کردم و داخل مسابقه شدم مسابقه سوم با حریف نیوزلندی بود واقعا باور نمیکردم هر لغت دور میخوردم میزدم در روی حریفم میخورد هر لغت میزدم در روی حریفم میخورد 11-2 حریف خودش شکست دادم برآمدم بازم همگی از خوشحالی زد گریه میکردن به هر حالت گریه بود گریه ادامه پیدا کرده بود مسابقه سوم خلاص شد مسابقه چهارم شروع شد مسابقه چهارم با حریف ایتالیایی بود قهرمان قبلی المپیک بود و قدش هم از من زیاد بلند بود و خب به هر حال تلاش کردم در مسابقه که سر مدال برنز بود یک فکر میکردم که اگر تلاش کنم اوگارم هستم اگر تلاش هم نکنم باز بد است از اون خاطر باید تلاش کنم اگر ببازم یا ببرم تلاش باید کنم خلاصه تلاش کردم نتانستم مدال المپیک بگیرم و زیاد جگرخون شدم دیگه طاقتم نامد گریه کردم از توشک پایین شدم و گریه کردم بعد از او رفتم به اتاق 12:30 شب بود دوستایم همه گفتن نثار بخواب زیاد نارام هستی کجاست که خواب ببره کجاست که برم بخواب 3:20 صبح بود مرا خواب برد و صبح 10 بیدار شدم وقتی بیدار شدم بلند شده نمیتونستم از جایم فقط خواهش کردم از دوستایم مرا بلند کنین از جایم و از جای مرا بلند کردن مثل ربات شده بودم آدم آینی راه رفتن نمیتونستم تا چند قدمه که عادی شد راه رفتم خلاصه وقت رفتم در فیسبوکم گفتم بیا یک سر بزنم لپتاپ ما واس کردم به فیسبوک چی گپ است شما باور کنین اینقدر پیام از تمام افغانای دنیا برام آمده بود اینقدر پیام آمده بود اینقدر مقاله آمده بود که باز وقتی که 1-2-3-4 تاش خواندم گریه گرفتیم همگی فقط میگفتن نثار تو قهرمان هستی تو به خاطر افغانستان ساتسیدی پایت اوگار است و تمام جوانان افغانستان امیدوار ساختی روحیه دادی امی به ما مدال الماس از اصطلاح بالاتر وقتی این گپ من میشنیدم خب از یک طرف خوش بودم اما ای که مدال نگرفته بودم طبعا جگرخون بودم آمدم به افغانستان تمام گپ ها خلاص شد واقعا در افغانستان دیدم مردم هر دفعه که مدال می آوردم اینقدر تشویق نمی کردن او وقت باورمند شدم که مردم افغانستان با پاس است مردم افغانستان از جوان خود تنها از جوان ورزشکار خود مدال نمی خواهن تمام پور است و اونا همی که تلاش کردم برشان همه چیز بود با تمام این گپ ها تشکری می کنم از استادم که اینجا هستن استاد یالق بخشی از استاد نور از ماستر کوریاییم از فامیلم از تمام افغانستان که
اگر اونا نمی بودن تشویق نمی کردن فامیلم نمی بود تشویق نمی کرد هیچ وقت من در این جای کمی که هستم نمی دانستم رسیده در کل دو هدف داشتم یک هدف به جهان نشان بدهیم ما چه رقم مردم هستیم دوم به افغانستان نشان بدم که هر جوان باید باورمند باشه به خود که ما حیالت تغییر دادن میتونیم و از همگی خواهش میکنم زحمت بکشیم تا افغانستان از تمام کشورها که با ترقی بسازیم تشکر تشکر بسازد تشکر